منابع رسانی محلی در مالزی اعلام کردند که سازمان حقوقی موضع افرادگرایانه دولت مالزی در برابر شیعیان این کشور را مورد انتقاد قرار دادند. این انتقاد در حالی مطرح می شود که وبسایت مالزی کینی با انتشار گزارشی در مورد موضع ضد دولت مالزی نوشت تا به این لحظه جزیات ناپدید شدن مشکوکانه و شبههناک شیخ امری چیماد روحانی سرشناس شیعی در ایالت بلیس در مالزی در سال 2017 میلادی مشخص نشده است اما همچنان دولت این کشور به بازداشت او در محلی نامعلوم متهم است این گزارش در ادامه افزود سازمان های حقوقی از انور ابراهیم نخست وزیر مالزی خواستند هرچه زودتر جزیاتی درباره بازداشت مخفیانه این روحانی شیعی را منتشر کند به گفته این سازمان های حقوقی بازداشت مخفیانه یک اقدام و رفتار و رفتار شرمام شرمامیز است که شعار دموکراسی در مالزی را زیر سوال می برد بازداشت این عالم دینی شیعی رفتار غیر اخلاقی است و مالزی را به حکومت دیکتاتوری و تک شبیه می کند لازم به ذکر است محمد اصری مفتی ایالت برلیس چندی پیش در گفتگویی بازداشت این روحانی شیعی را انکار کرده بود اما چند روز بعد خودش ضمن اعتراف به بازداشت به بازداشت شدن شیخ امریچی ماد و را به تلاش برای نشر معارف و آموزه های شیعی در این ایالت و شهرهای مرزی تایلند متهم کرد این در حالی است که رسانهای معتدل محلی چنین اتهامهایی را افراد گرایانه و اینکه این اقدامات تهدیدی برای اسلام یا امنیت مالزی تلقی شود را بزرگ نمای بیش از حد این موضوع دانستند در پایان گفتن طبق گزارش ها و آمار رسمی دهها ها شهروند شیعی در کشور مالزی که اکثریت آن را اهل تسنن تشکیل می دهند در بازداشت به سر می برند.